سلام و عرض ادب دارم خدمت شما از سلسله ویژه برنامه های فیمس با مشارکت گوتی تویار و سایت آپارات. این بار در خدمت جناب آقای رضا توکلی عزیز هستیم از پیشکسوت های عرصه سینما و تلویزیون. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. به احترام شما و حرمت شما و حفظ حرمت شما عرض ادب میکنم خدمتون. ما خیلی از پیشکسوت ها رو داریم که حتی حرمتی هم نگه نمیدارن واسه شون بخوان حالشون رو بپرسن، چه برسیم که زنگ بزن دعوت به کار بشه. بحثای رویگری بود. خب رویگری سالیان سال همسو با شما داره کار میکنه به عنوان مرد حافظه ایران. خبر اومد که هلال احمر تازه میخواد دستگاه مثلا بند خدا رو مثلا ببره باز فیزیوتراپیش و اینا رو انجام بده. بعد چند سال مریضی، یعنی یه کسی نبود مثلا از نظر مالی از نظر درمانی حمایتش کنه. آقایون، خانم ها، آقایونی که مسئولیت جایی رو دارید، توی جایگاهی مسئول هستید، بدونید امثال رضا رویگری اگر نبودند شما هم نبودید. آخه میدونی که من بیهوش نمیشدم. هی گفتن چرا بیهوش نمیشه، یه دارو میزنه. نگو دارو از یه جایی آورده بودن، دارو قلدادی بود. هی نگاه میکردم اینجا تو اتاقم، با خسته بودم آقا چکشو بیار، چکشو بیار. یه چکش از این لاستیکی ها آورده پشت توکلی فایده نداره، چکش بعدی رو زدم. شب یکی میگفتم آقا من مجانی میرم کار میکنم، گفتش که خب زکاتته دیگه، زکات داری میدی. گفتم چش، اونایی که خمس زکات میخوان بدن نمیدن، ولی ما باید بریم زکاتمون رو بدیم. زکات علمه ای. تو مسلمونی واقعا؟ تویی که برنج و قاطی میکنی توی یکی از فروشگاه های بزرگ ایران میدی به مردم به عنوان برنج ایرانی، یواشکی جیب مردم رو میزنی؟ خب این چیزاست خط قرمز ما. خط قرمز ما دست پسر بخوره به دختره نیست، نمیدونم رو سریش یه وری شده نیست. نه اصلا من حرف قرمز زدم، اصلا حرفات رو راحت بذار، ما حرف قرمز نه. ستن اینجوری کنید حله. حق قرمز اینه که اون آدمی که گذاشتنش اون بالا فردا دوز درات، حق این مردم و پول نفت این مردم و پول گوشت این مردم رو بخوره بره. این خط قرمزه. آدمی تو تلویزیون که من خبر دارم از پشت که اومده جوون 27-8 سالش یه تحریش گذاشته با این زد و بند کردم، میلیارد میلیارد پول خورده. کی باید رسیدگی کنه؟ وقتی میری میگه آقا این سه تا چک 290-300 میلیون پوله، یک سال کار کردم. خب حالا چیه؟ مگه چیه؟ آقا پولم زندگی من همه جای دنیا بود، این پروژه رو سو میکردن، دادگاهیش میکردن، اعدامش میکردن یارو رو. ناراحت نمیشم، قصه میخورم، میرم تو خونه بازی میکنم. زنم میگه خب چقدر کار کردی؟ چی شد؟ بچه ها این اون خرج مخارج کی؟ کجا؟ مسلمونی کجا رفته؟ شما اگه یه جایی نشستید که اونجا پست مسئولیت داریم، تعهد داریم و باید اونجا جوابگو باشی نسبت به ارباب رجود، وقتی جوابگو نباشی فردا مسئولی، فردا باید جواب بدی. به خدا برمیگرده به بچه خودت. تمام این فیلم سینمایی که میبینی ساخته میشه پشتش آقازاده ها هستن. ایتر که تو بحث توقیف فیلم ها فکر میکنید دلیل این توقیف چیه؟ چون واقعیت جامعه رو نشون میدن راست توقیفش میره؟ چون اگه این باشه ممکنه میز صندلی من دچار مشکل شه. اگر این باشه ممکنه که قشری از جامعه آگاه بشه. خب پس بنابراین سانسور به وجود میاد یا توقیف به وجود میاد. هیچ فیلمی ساخته نمیشه با سرمایه خصوصی مگه اینکه یه تعداد محدودی آدم پشت این ماجرا باشن. کیا؟ آغازاده. حالا که کسایی که دستشون بر سرمایه این مملکت یه شکلی میچربه. اگر من میشه 7 میلیارد 8 میلیارد من دارم، تو داری فیلم بسازی؟ سوالا خط قرمز بود چجوری نشون میده؟ یه دونه اینجوری میزنه. اگه خیلی قرمز بود دو تا. خیلی قرمز بود دیگه برم. من میتوانم به قتل برسونم. من میتونم هر جور که بخوام برخورد کنم. من میتونم هر ادبیاتی که خواستم با زیر دستم صحبت کنم. چرا؟ چون این صندلی رو دارم. طلبکارم. مسئول دیگه، طلبکاره. فلان مسئول سازمانه بهش بگن آقا شما اونجا نشستید، شما کی هستی که بخوای از بالا نگاه کنی؟ آقای رئیس فلان جا کی هستی؟ داستان جنگ ما، زنای ما ببینید چه کردن، یعنی حماسه آفریدن. حقشون نیست الان باشون بی احترامی بشه، حقشون خورده بشه، برن تای صف. پس بنابراین آقایی که تو برج میسازی چرا احساس مسئولیت نمی کنی؟ و واقعا ازت سوال میکنم کی بهت مجوز میده؟ آره کی بهت مجوز داده و کی بهت این 20 طبقه رو داده رو خاکی که
خاک نرمه و باقیه که توش باید درخت کاشته بشه. نسل توی رئیسی که نشستی اونجا و با بی‌تفاوتی با مسائل روزت برخورد میکنی، قساوت قلب میگیری. بعد اگر بچه رو ببینی که آواره است و گرسنه است، دیگه تو گریت نمیگیره. آقای ایکس دیگه تهیه کننده پول ما رو بخور. محوط هم تهیه کننده ای که مدعی بچه مسلمونیه. خب این معلم ها تو مدرسه هم، خب یکی تو هنرمند هم باشون قرارداد به من هفته یه جلسه برن از هنر مملکت حرف بزنن، از تاریخ هنری مملکت برای بچه هامون صحبت کنن. یه سری هنرمندایی که پیش کسبت هم تو خونه هاشون نشستن، پول گوش ندارن برن گوش بخرن. حالا ببخشید هنرمندا بهشون بر نخوره. اینا رو استفاده کنید از یک جاهای تو سرای محله ها، تو شهرداری، تو این و هنرمندا رو بشورید. هنرمندا فضا و هوا رو لطیف خواهند کرد. تو بحث اقامت و مهاجرت زیاد چیز ندارید که حالا بازیگرا داشته باشن. آقا اصلا مهم نیست. اون هنرمندی که میگه بچه‌م مثلا فلان، اون هنرمند عاشق این آب و خاکه. اصلا به ما چه ربطی داره؟ این خصوصیه. خود شما هم دارید، خود شما هم همتون دو تابعیتی هستید. بکنی وقت اون نرسیده یه سری از هنرمندایی که حالا به هر دلیلی از ایران رفتن و جای دیگه دارن چه کار میکنن چه نمیکنن به ایران برگردن. خانم فرانی چه خیانتی کرد؟ من معتقدم اصلا به هیچ وجه جلوی هیچ کی رو نباید گرفت. اینجا مملکت همه است. آیت الله کل بحث رأی شد، انتخابات به کی رأی داد؟ این خصوصیه، شخصیه. بابا ول کنید، با ما یه جاهای گول میخوریم دیگه. ولی یه سری انتخاباشون اومدن اعلام کردن و این اعلام کردن باعث شد که یه سری طرفدار، یه سری کسایی که اینا رو دارن به عنوان یه الگو نگاه میکنن برن رأی بدن. خب اون موقع به نظرتون سلب مسئولیت کردن بگن آقا من رأی دادم، حالا میخواستید بدید میخواد ندید، این اتفاق قشنگی میتونه باشه؟ نه، به نظرم اتفاق قشنگی نیست. ولی اگر کنکاش بکنید پشت اون ماجره ها هم یه سری ماجره بود. ممکن تو ریاست جمهوری یه جریان این را بندازن، خود هنرمنده هم متوجه نشن. اینو جدی میگم و بعدها بفهمن. خب هر کدومتون بعدها فهمیدید، یه عذرخواهی کنید از ملت ایران، بگید آقا ببخشید گوشت شده کیلو، نمیدونم تخم مرغ فلان، ببخشید صف شکر این شکلیه. آقا مالیات داره میدی بی تفاوتی، مالیات داره میدی راجب برنامه های تلویزیونت بی تفاوتی. بگم فردا یقه منو بگیرید، من که بیکارم 3-4 سال، 7-8 سالم روش بیکاری میکشی، ولی جیان من اذیت نکنید. اون نقشی که دلخواه منه ما بدید بازی کنید. آخه این چه بازیه؟ تو فیلم سازی هم این بازی هست. خدای شده من قرارداد نقش یک بستم با همی آقای شفیعی، اسمم آوردم رفتم اومدم دیدم اینا رفتن شروع کردن، خبری نیست. بابا ما قرارداد دستمونه، ما نقش یک بازی دادن. یهو گفتن آقا از بالا، گفتن آقای فلانی بازی کنه. آقا کدوم بالا؟ یاد فیلم پدرخوانده افتادم، سر اسبو بریدن گذاشتن کارگردان رفت شب بخوابه، گوشن زیر لحافش. یهو گفت داد زد پا شد، اینا اومدن گفتن آقا فلان بازیگر بازی میکنه، اون نقشو فلانی بازی میکنه. شوخی هم اگه نقش یک، بالاخره حمایت میشن دیگه. شما فکر به همه این نقش یک ها همینجوری میان نقش یک بازی میکنن؟ آقایی که شب ماشین میخری میبری در خونه کارگردان میدی، حق خیلی از هنرمندای دیگر رو ماسمالی میکنی. روحانیت خوب بود؟ آره دوست داشتم اون نقشو، والله قسم دوست داشتم. بازی هم نمیکنم، دروغ هم نمیگم، آقا معتمدی رو دوست داشتم، به خدا اصلا عشق میکردم اون لباسو تنم میکردم. ماها یه جاهایی توی محله‌های بزرگ شدیم که چاپلوسی کم بلد بودیم، حقمونو رفتیم یقه یارو بقاله رو گرفتیم، حقمونو گرفتیم. الان ما بچه جیگونه نمیرم فلانجه نیستیم که مثلا بادی بیاد ما بلرزیم. اونی که میاد خیانت میکنه نونه حلال نخورده. این وره اون وره رو خواست اگر بلند کارهای ما رو دارن اسیر مسائل کوچیک میکنن تا اصل مطلب غافل شیم. بابا بس دیگه، آخر پشت کو پشتی اومدی نشستی اونجا چی میخواد بگی؟ خیلی از فیلمسازای ما چسبیدن به آقازاده ها، همشو ترسیده بودن. برنامه رد شد. مسئول دیگه، طلبکاره. حاجبه داشت آرام میخون، میگو الحمدلله اشهد از لا اله الا الله، وقت اولا شد میکنه همه رفت. شرایط کار رو برای سلبریتی ها فراهم. چرا هنرمندای ما درد جامعه رو نمیگن؟ باش دارم میگن. زنای مملکتمون مظلومن. من گفته بودم این حرفا بوی خون میده. همه تموم شد.
آقا دوزی نکن، عزیز من نکن، مال حروم نخور. تیوی نتورک، نخستین رسانه خبری اینترنتی ایران. نظرتون در مورد مرگ چیه؟ عینکتون رو بذارید. تو زلم گفتی نظرت راجع من آ این خیلی مهمه. فکر میکنم که زیباترین لحظه زندگی آدم جدا شدن از این دنیاست. فکر میکنم عالم عجیب و غریبیه. 7-8 نو ساز بلدم که بزنم. الان با همه ریت بخوای آهنگ بخونی؟ تم خواننده های قدیمه. اگه من شعر خدا حافظی رو زیر گوش تو میخونم تو نرنج، اگه من اینجوریه. بقیهش رو نمیخونم. چرا هنرمندای ما درد جامعه رو نمیگن؟ هنرمندایی که نسبت به مسائل جامعهشون بی تفاوتن چطور میتونه بیاد و مثلا مالا یک برنامه رو بسازه؟ مسئول وزارت ارشاد با تمام سیستماتیک اداریش تو 7 طبقهش مسئوله که اداره بکنه معضلات و ناهنجاری های جامعه رو فیلم کنه. آقا مسئولیت نپذیر، اگر پذیرفتی باید جوابگو باشی. یارو شهرزاد ساخته این همه بعد با لباس اینو ترجمه میکنید بعدن. وقتی ترجمه کردید متوجه میشید من چیا که نگفتم و گفتم. من خونه چنگی اشکالی نداره. چرا باید اینقدر اوتو کشیده و استخون قرد داده باشی؟ اشکالی نداره. خواهی بزن. شما هم بزن. 3-2-1 بالا. ناز داری کیانیام؟ نه واقعا ناز داری؟ آقای پرستوی ناز داری؟ آقا ما چاکر شما هستیم، این مردم شما رو دوست دارن. آمه تموم شد. اینم یه مساهایی. پایی تو